مهمونای عزیز دلم، میتونید چشم پردازتون رو بردارید و فقط به من نگاه کنید. چقدر نور. خیلی خوش اومدید. قوانین ساده است. به هم دیگه هیچ جوری نگاه نکنید. سعی نکنید بیایید جلو به هم دیگه ببینید. از اون رو هم دیگه رو نبینید. حتی نمیتونید ببینید ولی کلا نبینید. خب ببینم. سوالی که ازتون میپرسم جواب بدید. به من نگاه کنید. حتی وقتی داشتید با هم حرف میزدید به این من نگاه کنید. پس خیلی خوش اومدید به چالش بلایند دیت یا همون قرار کورکورانه. بدون اینکه هم دیگه ببینید. من ازتون سوال میپرسم، شما اصلا سوال میپرسید، با هم بحث میکنید، حرف میزنید، به هم نمره میدید، برای آخر هم دیگه رو میبینید و ممکنه که برای دیدن نمرتون رو عوض کنید، میتونید بالاتر یا پایینتر بره. میریم سراغ سوالا. اول اسمتون رو بگید، خودتون رو معرفی کنید. امیر حسین. سلام، امیر حسینم. اعتراض دارم، خانم مقدم دارم. بعد اول گفتم نه دیگه باختی. ولی به هر حال سلام، مرزه هستم. خوشبختم. 21 به 22. من 21. خب همین اول امیر حسین ازت کوچیک‌تره. مشکل با این داستان نداری؟ بله. مرزه امیر حسین فکر کنم یه سال نهایتاً یه سال نیم ازت بزرگ‌تره. با این داستان مشکل داری؟ هم سن خودم کلا خوشم میاد. ترجیحاً 2 سال از خودم باید بزرگ‌تر باشم. آها، بعد اینجوری که اصلاً باهاش نمیری تو ریل، تو رابطه یا رابطه احساسی آخه؟ ممکنه بری. یه جوریه که مثلا پسر هم سن خودت از لحاظ عقلانی البته ببخشید یکم فرق داره با دختر. خب به جوری که امیر حسین نظرت چیه که مرزی ازت یه سال دو سال نهایتاً بزرگتره؟ مشکل داری یا نه اوکی؟ نه بزرگتر کلا همیشه خوبه. خب مثل اینکه یه مثانی منفی داریم اینجا. امیر حسین استایل مورد علاقه واسه دختر تو لباس پوشیدنش چیه؟ لباس پوشیدن؟ آره. فکر می‌کنی مرزی تیپش چجوریه؟ تو چجوری دوست داری؟ من پایین‌تنه لباس بگ، بالاتنه حالا لباس کراپ یا مثلا لباس جذب‌تر، روشم یه دونه حالا لباس اوور پوشیده باشه. چی مثلا لباس مجلسی رسمی دوست داری؟ کت دامن. کت دامن. بعضی تو چی استایل واسه پسر؟ کژوال کلاسیک. احساس می‌کنم تیپم لو رفت. من ترجیح میدم کلن لایف استایلش اولد فشن یا نیو مانی باشه. ها؟ اولد مانی چی هست؟ نیو فشن توضیح میدیم. اولد فشن یه چیز خیلی واضح است، همه میدونه. تو نمیدونی مشکل خودت میتونی یه نه اولد مانی منظورش اولد فشن و اولد مانی کلن گوله قدیمی. سلام خوبی؟ مرسی، تو بهتری از این برا. صدای امیر حسین چه حسی بهت میده؟ احساس خاصی ندارم، اطلاعی ندارم. صدای مرزی بهت حس خاصی میده؟ نه معمولی صداش. هدفت از رابطه چی اگه وارد رابطه بشیم؟ من رابطه فاب بلند مدت تایم گذروندن زیاد و بیشتر با هم رشد کردن و حالا در آینده تشکیل خانواده. چیز بدی نیستش، دیدگاهش خیلی قشنگه. ولی خب نسبت به شرایط خودم که من الان ترجیح اولویتم کار و آینده خودمه، ترجیح میدم که مثلا فقط برای پیشرفت باشه، نه اینکه مثلا از الان برنامه ازدواج بخوام بچینم، چون مشخصی سرد چه خبر. اگه چیکار کنه تو قرار اول شرکتی بزنه کلا کنسله. اگه چیکار کنه کنسله. ببین کلا کسی که مثلا میاد حالا دیت اوله، خب حالا جدا از مثلا تعریف از خودش و مثلا کارهایی که انجام میده، این که مثلا هی بخواد راجع به مثلا پسرای دیگه یا اینکه مثلا بخواد منو کوچیک جلوه بده یا منت بذاره که حالا من اومدم دیت و فلان و اینا، من خودم نمیپسندم، یعنی با من کنسله. کسی که زیاده گویی کنه، یعنی مثلا پوز بده، مثلا چیزی که نیست، مثلا تظاهر کنه به چیزی که نیستش. چیزی مصرف میکنی حالا چه مناسبتی چه تفریحی مصرف میکنی؟ بیا همین الان بریم کم. خب چیزی مصرف میکنم؟ الکلات مشروبی بعضی اوقات آره، ولی مشروبی الکلات مشروبات الکلی برعکس گفتم، مشروبات الکلی. آقا هولم که سوالشو خیلی بد برد، چیزی مصرف میکنه یعنی چی؟ یه بار دیگه به سوالا. مشروب اینا بعضی اوقات چرا مثلا دورم دیگه با رفیقام نشستیم و اینا، بعضی اوقات آره ولی نه زیاد، کم. دخانیات نه اونطوری، سیگار نه، قیلیون بعضی ها تفریه. دروغ میگه آشغال، تو میدونی من تو ترکم. خودت چطور مصرف داری؟ من ها مصرف داری نگه فان رو دوز پایین. من کلا با محرک فقط مشکل دارم، حالا دخانیات باشه مثلا الکل باشه، یعنی مناسبتی باشه، اگه روزمره نباشه اوکیه، مثلا درد مهمونی باشه، تولدی، نمیدونم مسافرتی، چیزی اوکی میشه. محرک یعنی چی؟ متامفتامین. آها دراگ منظورم. چی بگم محرک؟ خدا اصلا با امیر حسین رفت تو رابطه، خط قرمز چیه که اگه اون کارو کنه برات بخشیدنی نیست؟ دروغ فقط.
مهمترین چیز حتی یه دروغ کوچیکم باشه برای من خیلی دروغای کوچیک کنسل میکنه واقعا کنسل میکنه. من خیلی مثلا آدم صبوری ام ولی ممکنه خیلی کوچیکترین چیزی باعث بشه چشم بیفته. امیرحسن تو چی؟ من رد فلگم دقیقاً همین چیزیه که حالا مرضیه گفت، بیشتر این که من راحتم این که یارو مستقیم مثلا طرف مقابلم مستقیم هم صحبت بکنه، یا اگه مثلا اون تایم حوصله نداره یا وقتش میخواد با کس دیگه‌ای بگذرونه مستقیم بگه، اما دروغ و اینا میخواد بگه من نمیتونم بدونم. یه سوال سخت، مرضی اوکی که امیرحسین یا پارتنرت کلا دوست جنس مخالف داشته باشه، حتی مثلا صمیمی؟ مشکلی ندارم من، ولی خب بازم بستگی داره. شرط و شروط میذاری؟ نسبت نه، من به این اعتقاد دارم که نباید پارتنرتو داخل قفس قرار بدی، باید آزاد بذاری طرف خودش، باید شعور رابطه داشته باشه. موافق با نظرت؟ من موافقم، اما دوست جدید مثلا تو محیط کار باشی اوکی، اما مثلا تایمی که میخواد با من بگذرونه رو بخواد تازه طرف آشنا شدن با یه آدم جدید بکنه، من خودم نمیپسندم اونجوری. اینکه میخوام به هم بهتون بفهمونم که ظاهراتون چه جوریه. اول از امیرحسین شروع میکنیم. مرضی به نظر امیرحسین ببین اصلا بگو که پسر قد بلند دوست داری یا برات مهم نیست قد پسر؟ نسبت به قد خودم کوتاه نمیتونم اصلا دوست داشته. خودت بلند باشه؟ از من آره بلندتر، نه مثلا حالا بگم من قفلم رو خیلی بلند، ولی از من بلندتر باشه. امیرحسین اگه دختر ازت بلندتر باشه باش میری تو رابطه؟ آره مشکل واقعا مشکل نداره. قد خیلی مشکل داره. نه قد به نظرم اهمیت نداره. مرضی به نظر امیرحسین بلند کوتاه متوسطه؟ نمیدونم اصلا. اینم بگو حس میکنی چاق لاغر هیکلیه درشته؟ به نظرم نه چاق نه لاغر، قدش هم متوسط. امیرحسین قدتو بگو. من 183. مرضی قدتو بگو. 170. وزنتو بگو. 89. 55. امیرحسین به نظر من با این توصیفی که مرضی کرد از قد و وزنش لاغر اسکینیه تو خوره. اسکینیه. اسکینیه. مرضی امیرحسین چی؟ گفتی چند کیلو؟ یه ماهی خواهی حساب کنی. 89. 89 قدش هم همون متوسط، نه لاغر نه. برات مهمه هیکل یه پسرش چجوری باشه؟ 100% مهمه، نه خیلی چاق باشه نه لاغر باشه، بدنش رو فرم باشه. تو برات هیکل دختر مهمه؟ مهمه قطعا. ظاهر دختر چی؟ فیس 50% کار هست به نظر من. واقعا به نظرت مرضیه چجوریه فیسش؟ به نظرت خوشگله معمولیه چشتو میگیره؟ ببین خودمونیم، آدمی که میخوای باش تازه آشنا بشید اول باید فیس یارو خوشت بیاد که حتی بخوای بری جلو. موافق مرضیه؟ برای پسرها آره همچین چیزی هستن، ولی من مثلا بخوام از یه پسر خوشم بیاد تیپش خیلی مهمه. یعنی برای مهمه پسر عینکی باشی یا نه؟ خوشم نمیاد اصلا. خوشت نمیاد؟ نه کلا خوشم نمیاد. تو چی اگه دختر عینکی باشه؟ نه برای فرمان؟ نه موشه. اهل کجایی؟ گیلان فومن. من میانه سمت تبریز میشه. ترکیه یعنی. بله. گذشته کسی که باهاش وارد رابطه میشی برات مهمه؟ اگه هنوز تو گذشتهش باشه یا مثلا بخواد منو مثلا به عنوان کسی انتخاب بکنه که مثلا رابطه قبلی رو فراموش بکنه، یا اینکه مثلا آدمی که مثلا تازه رابطه مثلا فاب قبلیش اومده بیرون سخته باشه ارتباط برقرار کردن حالا دوباره با یارو فاب زدن. خیلی با دیدگاهش موافقم. موافقی؟ از یه اخلاق برای تو با امیرحسین بگو. کدوم یکی رو دیگه؟ اخلاق برای تو که بدترینش رو بگو. بدترینش عصبانیت. زود عصبانی میشی؟ زود عصبانی نمیتونم بگم زود عصبانی، ولی عصبانی میشم، خیلی ناجور عصبانی میشم، کنترل ندارم. عصبانی شدن مثلا سر چی؟ سر هر چیز کوچیکی مثلا عصبی میشی؟ نه اصلا، گفتم آدم صبوریم، ولی عصبانی وقتی بشم خیلی عصبانیت بدی دارم، لج بازی میکنم. میتونی کنار بیای؟ آره چون من خودم حقیقت آدم واقعا بیخیالی ام، یعنی مثلا یارو بخواد لج بکنه من لج باز کنم. یه اخلاق برات بگو. چاو زود میخوام. یه اخلاق بدی. آره چون خیلی وقتا از نظر خیلی ها لایف استایل درست هم میده. تو موافق مرضیه؟ زود خوابیدن بهترین کار. برات مهمه پسر ورزش کنه؟ 100%. تو چی امیرحسین؟ قطعا آره. کلا کسی که به خودش میرسه یه جذابیت و یه کاریزما بهتری داره. آره مرضیه؟ آره منم با این موافقم، حتی پارتنر به این میگم که مثلا حتما باید برای خودش تایم بذاره. ورزش میکنی مرضیه؟ اریال یوگا. امیرحسین ورزش میکنی؟ بله من بدنسازی کار میکنم، با هرچنگایی هم بسکتبال بازی میکنم. آشپزی بلدیم؟ آشپزی بلدم، دست پختم خوبه، ولی آشپزی نمیکنم بقیه پررو نشن. من 63 تا غذای ایرانی و ترکی بلدم. آپشنه؟ آره برای پسری آپشن خفنه واقعا. آره حد 12 مدلم کیک و شیرینی حالا بلدم، میتونم تو سطح بالا مثلا درست بکنم. نظرم خوب مثبت، مگه میشه پسری که آشپزی بلد باشه بد باشه؟
خیلی خوبه. حرف خانواده چقدر رو عمل کرد و رابطه تاثیر میذاره؟ بستگی به حرکتی که میخوام انجام بدم داره. اگه حرکت بزرگی باشه که مثلا بخواد به کسی دیگه جز خودم مثلا شاید در آینده آسیب بزنه، مشورت میکنم. اما اگه فقط مربوط به خودم باشه انجام میدم، وقتی که دارم انجام میدم شاید اصلا بعدش مشورت بکنم که آره کار درستی کردم یا نکردم. معمولا خودم تصمیم میگیرم. از اونجایی که من محیکل اعتماد دارم، به خاطر همین همیشه خودم تمام جنبه‌های کاری که دارم انجام میدم و در نظر میگیرم، با عقل سلیم خودم میرم جلو. سعی میکنم که نظر اونا رو بهش فکر کنم، ولی خودم تصمیم آخر رو همیشه میگیرم. در کار میرین؟ اینجایی مشغولین؟ بله، مدیر بازرگانی ام و دارم برای طراحی داخلی تخصصی میخونم. شما چطور؟ من کارم آزاده، حالا تولید لباس میکنم. قبلش هم حالا مثلا چند تا کار دیگه جای دیگه مشغول بودم، مثلا توی حوزه‌های مختلف و فیلدهای مختلف. الان اصلا مشکل نداری پارتنر کار کنه؟ نه. بیرون خونه؟ نه اصلا. شما من به نظرم هر پسر باید کار کنه، فرقی نداره چه کاری انجام بده، ولی باید این مستقل بودن رو داشته باشه و کار کنه. پول براتون چقدر تو رابطه مهمه و اینو مرزی باید جواب بده؟ اینو باید جواب بدم. آره. پول نمیتونم بگم اصلا مهم نیست، پول مهمه. ولی از لحاظ خودم میگم دختری که دستش تو جیب خودش باشه و چیزی کم بود نداشته باشه اونقدر روی پول مانور نمیده. به خاطر همین مثلا از 1 تا 10 بخوام بگم 7 انداز پسر خودش مستقل باشه، روپای خودش بایسته. باید برات خرج کنه؟ رابطه این؟ نه، من همچین انتقاد ندارم، همچین وظیفه ای نداره برای من خرج کنه. اگه هر موقع خودش دوست داشت دلی مثلا یه کادوی چیزی بگیره مشکل، ولی من اصلا دوست ندارم پسری که هر روز بخواد برای من کادو بگیره، خوشم نمیاد. بیرون به نظرت میری پسر باید حساب کنه؟ من بیرون رفتن و اعتقاد بر این دارم که آره، مثلا رستوران کافه اینا باید پسر حساب کنه. ولی خب یه جایی مثلا من دوست دارم بریم سینما، خودم بلیت سینما میگیرم. یه جایی دوست دارم تئاتر، خودم بلیت تئاتر رو میگیرم. اینطوری نظرت چیه؟ تو به نظر پسر باید حساب کنه یا مشکل داری؟ من مشکل ندارم. اگه جفت طرف مثلا کار بکنن، مثلا در منبع درآمد داشته باشن، میتونن حالا 50-50 نمیگم مثلا برن دونگی حساب بکنن، اما خیلی وقتا مثلا هزینه‌های بیشتر یا مثلا غذایی باشه، نمیدونم رستورانی باشه، رو معمولا پسر میده. یا مثلا چیزای کوچیک مثلا در حد یه قهوه خوردن و یه کافه خیلی معمولی رفتن و خیلی وقتا دختر میده. این مشکل ندارم. بعضیه تا اینجا که خیلی تفاهم داشت، خیلی زیاد بعضیه به من بگو که امیراسه مثلا رفتی قرار، بعد همه چیش خوبه، اصلا کامل پسندیدیش، بعد که تمام میشه دیتتون رفتی مثلا یه رستوران، ازت میخواد که با اینکه رفتی تو رابطه ازت میخواد دونگ اون غذا رو بهش بدی و نصف کنید، برای دیل بریکر این داستان قاطی میکنی؟ چجوریه؟ چه ریاکشنی میدی؟ قاطی نمیکنم، اتفاقا همون دیت اول هم حساب خودم باش دونگی انجام میدم، ولی بعد اون کنسله، چون واقعا دفعه اول دیت شعور طرفو میرسونه. من به نظرم دیت اگه باشه، هر کسی که دعوت به دیت کرده باشه، حالا چه دختر پیشنهاد دیت داده باشه چه پسر، به نظرم من کسی که مهمون کرده دعوت کرده به نظرم من اومد حساب بکنم. چند تا رابطه داشتین؟ 3 یا 4؟ 4 تا. تو چطور؟ من 1. طولانی ترین چقدر، چه مدت بود؟ 2 سال و 6 ماه. تو چی؟ 10 ماه. مشکل نداری با اینکه مرزی 4 تا رابطه داشته قبلا؟ نه، به نظر من آدم تو سن جوونی دیگه به اصطلاح غریزه و مثلا کاری که آدم تو جوونی انجام میده، اما حالا بستگی به جدی بودن رابطه داره. اگه هی از رابطه جدی آدم اومده باشه بیرون، شاید از اول اون آدمو رد فلگ بکنه برای اینکه آدم میخواد تو رابطه بره. همین مثلا نظرش به ازدواج چیه؟ پایش هستی واسه خودت؟ چیز خوبی هست؟ بعد یه سن داره نداره؟ سن داره، درآمد مشخص داره، پشتوانه داره. در حقیقت خودت الان در حد ازدواج هستی؟ نه. مرضیه تو نظرش به ازدواج چیه؟ آدم ازدواجی؟ ازدواج کلا من اعتقادی زیاد به ازدواج ندارم. همیشه میگم یه امضا روی کاغذ دلیل دوست داشتن و بودن دوتا فرد نباید با هم دیگه باشه. به خاطر همین اعتقادی به ازدواج ندارم من اونقدر زیاد، ولی چیز بدی هم نیست. خب کسی 2 نفر عاشق هم دیگه باشن، چرا که نه؟ یه اخلاق خوبه تو به امیر حسین بگو. فاقد اخلاق. دینایید. من خیلی آدم حمایتگریم. تو نمیگی مرضیه؟ من واقعا اخلاق خوبم. چی عرفان؟ ارور 404 فان 404 همه که میگه نه حالا دور از شوخی. نه واقعا نمیدونم این سوال رو رد میشه. آخه مثلا اخلاق خوب و به نظرم طرف مقابلی که تو رو میشناسه باید در مورد بگه. اصلا اینقدر زیاده نمیتونم نام ببرم. خیلی بیشوری. امیر حسین زندگی بیشتر
با چی جنگیدی؟ مرزی تو هم به این سوال فکر کن و جواب بده. جوابشو میدونم خودم. با خودت خود درگیر بشی. احساساتم. بیشتر درگیر این بودم انقدر خوب بشم که مثلا کسی نتونه مثلا ازم ایراد بگیره، میدونی؟ خیلی دوست داشتم آدم مثلا پرفکتی باشم. اگه پارتنر یعنی مثلا فرضیه بشه پارتنر بعد تو رو با پسرای دیگه مقایسه کنه، ناراحت میشی؟ خیلی کار فولیه، من چرا باید درچه بکنم؟ ما فرض بگیریم تو این کار رو میکنیم، خواهی میدونی آسکاره تحمل همین دوستین چه اگه من حالا نظرم کلن تو این موضوع حالا شاید پاسخ دقیق سوالت نباشه، اما کلا این مدلیه که اگه کسی بتونه پارتنر ما هم من بگیره بهتر که بگیره، منم میذارم. فوبیا خاصی داری؟ بیشتر خف شدن. فوبیا جدی این بده. فوبیا جدی فوبیا مو بگم. سرویس بهداشتی عمومی که کسی هیچ کس حضور نداشته باشه داخلش، یعنی یه نفر باشه نمیترسم ولی هیچ کس نباشه اصلا قلبم میاد تو دهنم. و آسانسور ترس از افتادنش. تایم بیکاری تو چجوری میگذرونی اگه بخوای مفید بگذرونی؟ من کارهای زیادی انجام میدم، مثلا بعضی اوقات ویولون میزنم، بعضی اوقات کتاب میخونم، یا میرم مثلا دوستامو میبینم. کارهای زیادی انجام میدم. من بیشتر دیدن دوستان و رفیقام اگه تایم خالی داشته باشم، یا مثلا جایی برم، جای جدیدی رو برم بچرخم، یا معمولا سفر بشه. رفیق بازی؟ خیلی برای رفیقام ارزش قائلم. آره. مرزی مشکل نداره با این موضوع؟ نه، هر انسانی نیاز داره رفیق داشته باشه. خودتون رو یه حیوان معرفی کنید. اگه بخواید یه حیوان معرفی کنید با توجه به ویژگی‌های ظاهری، اخلاق. ظاهری که نه، اخلاق. هر چیزی که زندگی می‌کنه. بعد اگه مثلا دوست دارید اون حیوانه باشید. آخه میگن افسانه‌ای وجود نداره، ولی خب من اعتقاد دارم بهش، یونیکورن، اسب تک شاخ. من سگم اونم گلدن رتریور. آن نشانه تا دو رنگش هم دوست دارم. امیر حسین به نظر فرش اصلا زنت وظیفه‌ش که تو خونه کار خونه رو انجام بده، بپزه بیاره بشوره ببره بشوره لباس بشوره. من به 50-50 اعتقاد ندارم، اما به عدالت اعتقاد دارم. بستگی به تایم کاری و مثلا مشغله داره. نه واقعا دارم میگم، مثلا نه من مثلا این قاعده رو مثلا رعایت میکنم، مثلا یکی غذا درست میکنه، یکی میشوره، یکی مثلا گردگیری میکنه، یکی جارو. آره همون عدالت. نه 50-50 نیست. نه ببین 50-50 عدالت نمیشه، یعنی روی این ترازو مساوی وای میستا. نه عدالت نمیشه، تو متوجهش نمیشه. تو نظر من گفتی ترازو فرضیه، تو نظر چی راجع به این دوست؟ راستشون به فکر ازدواج اینو تا حالا فکر نکردم، به این قضیه اصلا فکر نکردم. زن و مرد برابر هم؟ آره. چی باعث میشه که خودتو برابر با این مرد بدونی؟ یعنی چه فیزیکی، چه جنسی، چه جسمی، همه جوره متفاوت هم. درسته زن و مرد تفاوتایی دارن ولی برابرن با هم دیگه، یعنی همونطوری که یه دونه مرد آزادانه میتونه بره مسافرت، یه زنم حق اینو داره که بره مسافرت. همونطوری که یه مرد حقوق اجتماعی رو داره، زنم باید یه دونه بعد حقوق اجتماعیشو داشته باشه. من خیلی سر این بحث دیدم، بحث کنم تو جامعه مرد سالارانه. آقا بحث کن سر این قضايا. مرد سالاری تا حالا عاشق شدی؟ در گذشته خیر، در گذشته خیر، maybe I don't know. I don't have any idea. چون عشق کلمه سنگینی هست. خیلی عشق کلمه بزرگیه و من ترجیح میدم سکوت کنم بابت این. تو چی؟ آره چند بار؟ یه بار. غذای مورد علاقه چیه؟ ایرانی قرمه سبزی. ایرانی قرمه سبزی. آفت چیه تو مرزیه؟ مای فسنج. خیلی خوبه. دوست دارم ملس ترشی. ترش. سه تا خواننده مورد علاقه هم میرسه که بیشتر آهنگا رو هم سه تا خواننده گوش میده، چه ایرانی چه خارجی؟ داریوش اقولی، علی سورنا، بهرام. خب طبق خواننده هایی که هم میرسه گفت خیلی آهنگای دار و اکثرا سنگینی هست. خواننده ها هم داریوش اقولی، هم سورنا، هم بهرام. سلیقه موسیقی تو زندگی پارتنری خیلی مهمه. در مرسی نظر تو چه به سلیقه موسیقی هم میرسه چی؟ چون آهنگایی گوش میده آهنگای سنگینی. خب در مورد بهرام و سورنا، من داریوش معمولا زیاد گوش ندم. مثلا اگه سنتی بخوام بگم مثلا ابینا گوش میدم، ای گوش میدم، بعد دیگه بعد اونی مثلا شادمر گوش میدم، پاپه. ولی خب سورنا در حد من نیستش، یعنی خیلی بالاتر از منه، من اونطوری گوش نمیدم. اگه خواننده مورد علاقه من بخوام بگم، ایران نمیگم، خارجی میگم. مثلا دی ویکند خیلی دوست دارم، لانا دل ری خیلی دوست دارم،
بعد گروه مجید دراگون رو خیلی دوست دارم. بانو لانا تعلیقاتو به نظرتون میتونید با هم چیزی میچ کنید گوش کنید مثلا تو ماشین دارید میرید 3 ساعت سفر نمیدونم من آهنگایی که آخه همه اینایی که این اسم بردم همه رو گوش میدم خودم مثلا مرضیه دنبال مثلا یه آهنگی شاد از اون آقایی که اون آهنگ مورد علاقه هم همون لحظه امیرحسین کبیر سورنا رو پلی نه اونجوریه آهنگایی که گفتش معمولا توی جو تنهاییش گوش میدنم شرکت دیگه چون خیلی سلیقه یا آهنگاش یعنی همه پسند نیستش. متولد چه ماهی هستی؟ من خردادیم. تو چی؟ بهمن. نظرت راجع به خردادی چیه مرضیه؟ خردادیام. حالا به سر خردادی برخورد نداشتم ولی دخترم مثلا رفیق داشتم اوکی بود. من مثلا نظرت رو بهمنی داشتم. من کلا اعتقاد ندارم به این ماه. آفرین منم موافقم با نه اشتباه میکنید. اشتباه میکنید. فیلم و سریال چی میبینید؟ حالا مورد علاقه فیلم زیاد نمیبینم ولی سریال زیاد میبینم. اگه بخوام نام ببرم مثلا وایکینگز، گیم آف ترونز یا مثلا ده هندرد یا لا کاسا دی پاپل دیگه خیلی زیاده. پایشی؟ آره اما کلا آدمی نیستم که بتونم واقعا یه ساعت دو ساعت بشینم یه جا فیلم ببینم. دارک. خیلی خوب. سریال زیاد میبینم خوب. بریکینگ بد دیدی؟ بله. یک کراش سلبریتی بگو. کدومش رو بگم؟ یه کراش بیشتر کراشی. اما واتسون. واقعا؟ اما واتسون. کلا هر کی هری پاتر دیده باشه از بچگی همه اما واتسونه. من نه کراش سلبریتی واقعا ندارم. به علی داری دروغ میگی. من تنها کسی که واقعا خوشم میاد ازش از این فوتبالیست فقط نیمار دیگه کراش سلبریتی ندارم. هر بحثو میاری رو سر لیتو. خب لیتو سلبریتی نیست آقا. خب باشه من الان سه ماه رو موزیکش قفلی زدم قرار نیست چیزی باشه. عجب آدمی. ولی از لیتو خوشم میاد چرا که ای. به لیتو گفت ای کنکله بعضی سطح تحصیلات امیرحسین مهمه برات یا خیلی چیز به شخص ترجیح میدم که پارتنرم سطح تحصیلات حداقل داشته باشه نه اینکه مثلا دیپلم باشه من دوست دارم طرفم سطح تحصیلات داشته باشه ولی دیل بریکر نیست نه من فرقی نمی کنم اما برام مهمه که تو یه فیلد خاصی حالا چه هنر باشه چه کاری باشه یه تخصصی داشته باشه من میدونی به چی فکر میکنم میگم یه روز تصمیم گرفتم ازدواج کردم اینو ما دیگه تو دور زمونه زندگی نمی کنیم که طرف مقابل مدرک تحصیلی نداشته باشه اون موقع اگه بچه دار بشم برای اون بچه افت شخصیتی داره که خانوادش نداشته باشه اون مدرک تحصیلیو نه بشین بابا چه؟ وقتی دیپلوم موقعیت شغلی فرق میکنه خب آره خب اول اصلا بخوایی بری یک کشور میری کجا؟ زندگی یا سفر کجا میری دادا؟ زندگی یا سفر نه نه بری تا آخر عمر بمونی اونجا زندگی میشه آمریکا آمریکا و آلمان تو چی برزی؟ آمریکا نیویورک خب من میگم عقد اینا رو بخونیم و اهل مطالعه هستی؟ کتاب میخونی؟ آره کتاب میخونم حالا آخرین کتابی که خوندی چی بود؟ سوکورو موزاکوماکی و سالهای زیارتش نویسندشن اسمشو دقیق یادم نمیه ولی نویسنده کاف بادر کردن است دروغ میگه عجبا به علی دروغ میگه خودت چی مرزیه؟ آخرین کتابی که خونده فارسی من اینجا مظلوم واقع شدم آخه نه آخه خودت امیر حسین یه بیت شعر از یه شاعر بخون برای ورزی فرق نمیکنه عاشقانه باشه یا هرچی میگه با می تو جهان را به دگرگونه توان دید می ده که ببینم به دگرگونه جهان را خب ایشون دائم الخمره ورزی شما من شعر راستیتش بلد نیستم ولی طبق یه جمله همیشه زندگی کردم اینه که داستان خودتو زندگی کن یعنی سعی نکن هیچ وقت شبیه کسی باشی خودت زندگی خودتو بساز کافیه نباشه سوالم تمام شد ورزی از صحبت با امیر حسین چه وایبی گرفتی وای به من مثبت بود خب خیلی اخلاق نسبت به من شبیه بود و اینا دیدگاش اوکی بود یعنی چیز وای به بدی نگرفتم در کل پسر با ریش دوست داری یا با تعریش بی ریش فرقی نداره واقعا به نظر امیرحسین ریش داره تعریش داره نداره سیبیل چطور سیبیل داره نداره سیبیل زیاد حال نمی کنم ولی آره سیبیل خالی حال نمی کنم ولی برام فرقی نداره واقعا همچین چیزی امیرحسین تا چه وایبی گرفتی از صحبت با مرضیه وایبش خوب بود نزدیک بودیم اما یه سری جا نمیتونم باش کنار بیام از 1 تا 10 یه نمره بده و نمره به مرضیه نیست نمره به مقدار مچ بودنتونه به نظر تو مرضیه چقدر مچی و چقدر در واقع رابطتون اگه با هم تو رابطه باشی میتونه موفق باشه نمراتون رو بیارید بالا امیر حسین فکر می‌کنی مرضیه چند داد بده 7 شاید دقیقاً بهت 7 داد مرضیه فکر می‌کنی امیر حسین چند داد بده منم 7 به نظر نه بهت 7 داد پایین‌تر داد
بهت تو که ناراحت شد. آماده اید که قبل اینکه هم دیگه رو ببینید دو تا عکس نشون میدیم بر گروهتون و ببینید به نظرتون بغل دستی تو کدوم یکی از اینا پایه باشه. 1 2 3 دوباره برق بزن. ان اینی کی به دوربین نشون میدی؟ اشتباه آره اشتباه انتخاب کردم. 1 2 3 آخه من واشه اینه هست اضافم فرق میکنه با دیگه بزن بچه این رو انتخاب کرد. آخه با اولی نشون بده شبیه اولیه. بچه ها چطور اشتباه گفتید ولی خب قرار هم دیگر ببینید نظرتون چیه بعد اینکه هم دیگر دیدید میتونید نمرتون عوض کنید. سر خواستی ندارم بسید بپر و بردار دارم ولی ریاکشن سوال من نشون بدید بسید بردار بردار او خیلی استرسی میشه آدم مخالف دارم کنید مخالف دارم کنید آفرین سلام باب بدم آفرین یک دو نگاه نمی کنم بازی سه یه اولی بود آفری دیدی این شرخ داره شبیه آخری بود بابا کجا شبیه بونه من اکست خیلی بود دماغا شبیه بود منظورم اینه که دماغا شبیه بود چطوری شرخ اولی بود تو نشناختی من اولی هم هفت اوکیه نمرتون رو نمیخواین عوض کنیم من اوکیم کاش یه دونه به خاطر دیتو عوض کنم دیتو بعد 6 ما 7 ازت قبول میکنیم 6 نه خیلی به خاطر اینکه دیتو رو گفت نه به خدا اصلا ندیدم چند داده ببین 6 داده دیگه نمیدونستم گفتیم 6 داده او چه 6 چی آقا من به خاطر دیتو یه دونه کم کردم یه ایام میام دو تا کم کنم دوستان عزیز من مرسی که تشریف آوردید به این برنامه بچه‌ها خب هم ارزی هم امیر حسین جفتشون نه دوستای چون دوستای من بودم ولی همدیگر رو نمیشناختم و نیده بودن تا حالا نظرتون چی بود؟ بازم شرکت میکنید با آدم های مختلف؟ آره به چی؟ حال لد بابا آره خوش میگذره یو علی چه جالبیه مرسی که ویدیو تماشا کردید لایک کامنت سابسکرایبتون نره و تا ویدیو بعدی مراقب گل روی خودتون کسی کردون باشید فعلا بای بای